به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام و درود به بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. در جلسه گذشته آقای مهندس بازرگان بحثی در باره بدخداشناسی داشتن که ما در این جلسه به این بحث ادامه خواهیم داد و بقیه سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح میکنیم. بحث گذشته در مورد این بود با اینکه فطرت انسان یا هر انسانی در جستجوی حقیقت و خداشناسی هستش، ولی با توجه به تمام خواسته ها و خودخواهی های خودش که تبعیت میکنه، در حقیقت از راه خداشناسی دور میشه و به طرف بد خداشناسی گرایش پیدا میکنه، به طوری که حتی میتونیم بگیم که اشتباه ما اینه که در آداب و رسوم و خرافاتی که تبعیت میکنیم و فکر میکنیم که ما دیندار هستیم و به جستجوی دین میرویم، ولی متاسفانه ما را از دین جدا میکنه و به طرف بدخداشناسی میرویم. و ایشون مثالهای زدن در هفته گذشته که مثل اینکه فاصله بین خداشناسی و بدخداشناسی زیاد فرقی نمیکنه، مثل اینه که یه مریضی یا به دکتر نره یا دکتر به او دوای اشتباه بده، یا برای مثال یکی راه خودشو گم بکنه یا اصلا آدرس نداشته باشه یا اصلا راه اشتباه بره، فرقی نمی کنه. سوال اینجا میخوایم مطرح کنیم با ایشون که واقعا چه نشانه هایی، چه چیزایی میتونه نشون بده، چه شواهدی وجود داره که یک آدم، یک انسان میتونه راه خودشو ببینه، در حقیقت در راه خداشناسی قرار گرفته و به طرف دین واقعی میره یا در طرف بعد خداشناسی قرار گرفته. البته با سلام و درود، اگه لطف کنین به اول سوال بیننده های عزیزمون جواب بدین. به نام خداوند رحمت گستر بر جهانیان و با سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. بله، همطور که اشاره کردن بحثی رو داشتیم قبلا درباره بد خداشناسی که اونجا هم عرض کردم شاید اصطلاح خیلی معمولی نباشه. بد خداشناسی یعنی نگرشی که الزاماً درست نیست. ممکنه همه فکر کنن که دیدگاهشون، تصورشون راجع به دین، راجع به خدا درسته، همونجوری که فکر میکنن همه چیش 100%، ولی ممکنه الزاماً اینطوری نباشه و خیلی ها رو تصورات خودشون، رو فکر و خیال، اون دیدی که از خدا دارن در واقع دینداری خدا پرستی میکنه. حالا اگه سوال اینه که چطوری میشه فهمید، دادم به خودش برگرده که چقدر واقعا خداپرست هست، دینداری میکنه، کاری نداره، هر کسی میتونه به زندگی خودش برگرده و یه ارزیابی بکنه. البته آدم ها همه با هم یکسان نیستن، همه ما یک ذوقیات خاص خودمون داریم. به هر حال هر کسی بر حسب اینکه تو زندگی دنبال چه چیزایی هست، چقدر صرف وقت، صرف هزینه، صرف هنر میکنه برای کارهایی که مال دلشه یا کارهایی که به اون ایده و آرمانش، اعتقادش، حالا هر دین و مذهبی میخواد باشه ارتباط داره. فرض کنید اگر آدم اهل هنر و موسیقی و از این سرگرمی ها باشه، میشه یه ارزیابی کرد که خیلی ها میبینیم دیگه، اگر فرض فرمایید یه کنسرتی یه جایی هست، از یه ماه دو ماه قبل سعی میکنن بلیتش هم رزرو بکنن، به هر قیمتی هم هست، قبل از اینکه سولدات بشه بلیتا میرن میگیرن، سعی هم میکنن که صندلی جلو باشه که بیشتر ببینن، راحت تر ببینن. ولی معمولا در کلیساها، در مساجد، در مراکز دینی اغلب اون صندلی آخر میگیرن که اگه حوصله‌شون سر رفت زودتر بذارن در برن بیرون. یعنی نمیخوام بگم همه اینجور هستن، یعنی اگه آدم به خودش برگرده، من اگه اهل هنرم به اون مجامع و محافل بیشتر بها میدم، بیشتر صرف وقت و علاقه و هنر رو همت میکنم، ولی توی مسائلی که مربوط به حقوق مردم، رسیدگی به اوضاع و احوال محرومین هست، نه حال حوصله ندارم. اگه اهل فرض فرمایید ورزش باشه، میبینیم مردم مثلا فرض کنید 150 دقیقه مسابقات فوتبال تماشا میکنن، اگه به وقت اضافی هم بکشه لذت بیشتری، با هیجان بیشتری تعقیب میکنن، به هر حال یک سرگرمی خیلی خوبی است. یا مسابقات المپیک که چند ماه پیش بود،
خب تا دیر وقت شب همه برنامه های مختلف رشته های گوناگون ورزشی رو تماشا میکنن، ولی میبینیم که در اون رقابت ها و مسابقات معنوی در خدمت به مردم، در به هر سرمایه گذاری در راه نیازهای مردم، نه اونجاها رقابتی، اشتیاقی، در واقع دل و دماغی و حوصله‌ای نیستش. همه این آدم میتونه به خودش برگرده، من اگه اهل هنر و موسیقی و سرگرمی هم اونجوری هم، پس نشون میده به اون آرمان ها و اعتقاداتم زیاد وقعی نمیگذارم، زیاد برام مهم نیست. اگه ورزشکار میتونه بفهمه چقدر به این شوق و ذوق دلش اهمیت میده، چقدر در رابطه مثلا با اون چیزایی که اعتقاد داره. اگه فرض کنید اهل کتاب خوندن و رمان خوندن باشه، خیلی هست که به راحتی رمانای چند جلدی رو میخونن، اصلا روز تعطیل صبح تا شب خونه میمونن، ولی آیا روزی یه صفحه کتاب دینی خودش رو، حالا هر دین مذهبو، میخونه یا نه؟ یعنی حاضر وقت بذاره 5 دقیقه در حالی که صدها صفحه کتابای دیگر میخونه. اگه اهل خریده، میبینیم که خب بیرون میرن آدم ها سبد خریدشون رو پر میکنن و حالا هر چقدر هم خرجش میشه کمتر اهمیت میدن، بلخرجی های خیلی زیاد، ولی کمتر احساس میکنه که پول سنگینی داده. ولی وقتی میبینیم یه جا فرض کنید برای یه کار خیریه‌ای، یه کاری که عام المنفعه است، یه پول مختصرم میده، به نظرش خیلی ثقیل میاد، به نظرش خیلی سنگین میاد. اگه اهل مهمونی هستیم، اهل دور هم جمع شدن، لذت میبریم از این که بشینیم با هم گپ بزنیم، ساعتهایی رو با هم بگذرونیم. دیدین که بسیاری از مجالس به خصوص توی مملکت خود ما این عادت خیلی زیاده. خدافظی هم که آدما میکنن، باز نیم ساعت یا ساعت دم در نمیتونن از هم دیگه دل بکنن. 4 ساعت 5 ساعت توی مجلس و محفلی بودن، دور هم بودن، باز دم درش هم نمیشه. ولی میبینیم 5 دقیقه با خدا صحبت کردن تو نماز یا هرچی هست خمیازه ها شروع میشه، حوصله ها سر میره. خب این همه اینا یه ارزیابی، آدم به خودش برگرده ببینم من تو چه خطی هستم، چقدر ذوق و شوق دارم، در چه زمینه ای، و به اون نسبتی که به مسائل شخص خودم، دل خودم، تمایلات خودم اهمیت میدم، آیا همون مقدارم به بندگان خدا، به خدمات اجتماعی اهمیت میدم یا نه. خرجای زیادی میتونیم بکنیم، خیلی خرج میکنیم، ولی حاضر نیستیم حق و عضویت، اگر یه مرکزی عضوش هستیم، یک به هر حال NGO هستش، یک نمیدونم مؤسسه دینی اجتماعی، اونجاها حق و عضویت ها پرداخت نمیشه. اگر فرض کنید ما از هر چیزی نگران باشیم، برای اون نگرانیمون وقت میذاریم، هنر به خرج میدیم، سعی میکنیم که اون نگرانی رو برطرف بکنیم، ولی از یه طرف معتقد هستیم بالاخره جهان حساب و کتاب داره، اگه کار خلاف و خطایی بکنیم آثار و عوارضش یا به اصطلاح دینیش ذنوبش دامنمونو میگیره، ولی اصلا انگار نه انگار برای خیلی از ما که چیز جدی هست، در حالی که هر جا هر زمینه‌ای صحبت بکنیم، در هر کاری شغلی باشیم رعایت میکنیم که صدمه نخوریم. یا اگه یه منافعی برامون متصور باشه، برای به دست آوردن اون منافع 1000 جور برنامه ریزی میکنیم، ولی اونا که اعتقاد دارن که باید به سعادت ابدی، به بهشت برسن، چه کار آدم میکنه برای اون؟ به تعبیر حضرت علی میگه در تعجبم از کسانی که آینده براشون به هر حال دوزخ و بهشت خدایی، حالا به اون تعابیر، مطرحه و خوابن، در حالی که آدم برای ضررها یا منافع دنیایی 1000 جور برنامه ریزی میکنه. برای خانه دنیا بسیار تلاش میکنیم، بسیار آبادان میکنیم، ولی برای خانه ابدیت چقدر آدم مایه میذاره؟ میشه خیلی مثال ها زد که آدم در زمینه های مختلفی که بهش اعتقاد داره چقدر باها میذاره. این خودش یه امتحان ساده است، هر کسی به زندگی خودش برگرده که من برای این 2 روز عمر موقتم، برای این بهره های مادی از دنیا بیشتر به اون توجه دارم، ذوق دارم، یا برای اون چیزی که فکر میکنم یک سرنوشت ابدیه، اون چیزی که خالقم برام در واقع رقم زده. در قرآن اتفاقا سوره ایست به نام عادیات، حالا به تناسب قبایل 1400 سال پیش عربستان میگه، ولی عادیات زپن، سوگند میخوره. سوگندای قرآن خودش خیلی جالبه، به بسیاری از پدیده هاییست که سوگند به اسب هایی که خیلی تاخت میزنن، خیلی سریع میدوئن،
وقتی که میدونن پشت سرشون گرد و خاک به پا میکنن و از سومشون جرقه میزنه. والعادیات ضبحاً فالمغیرات صبحاً. صبح زود، ساعت 4 و 5 صبح، داستان اعراب دوران جاهلیته که برای به دست آوردن یه غنیمت جنگی ساعت 4 و 5 صبح تاریک روشن با اون اسب با این سرعت تاخت میزنه، به طوری که جرقه از سوم اسبش میزنه. فاثر نبهی نق ان گرد و خاک از پشتش بلند میشه. فوسط نبهی جمع ان، ناگهان خودش رو در وسط یه قبیله یه طایفه قرار میده. برای چی؟ برای غارت. فالمغیرات غارتگران صبح در واقع. میگه که ان الانسان لربه لکنود، همین آدم نسبت به ربش کنده، انقدر تیز و تند با اسب، حالا به تناسب اون زمان داره میگه، و انه علا ذالک لشهید، خودش هم اینو میدونه، خودش هم شاهده، یعنی چیز عجیب و پوشیده‌ای برای خودش نیست. حالا این مثال ها متناسب با یه جامعه قبیلگی 1400 سال پیشه. امروز هم هر کسی میتونه ارزیابی بکنه خودش. من اگه دین دارم، من اگر فکر میکنم که خدا پرست هستم و سعی میکنم به راه حلی که خدا برای زندگی بهینه من داده به اون عمل بکنم، خب حالا من چقدر مایه میذارم؟ آیا فقط یک عنوان دینی روم هست؟ چون خیلی ها دیندار هستن ولی هیچ فرق زندگیشون با بیدینا یا مخالفین دین نمیکنه. اسمن دیندار ولی زندگی عین اوناست، هیچ تفاوتی نمیکنه. بنابراین بحث خیلی پیچیده ای نیست که بفهمیم مردم به هر حال بد خداشناسی یا بد دینداری دارن یا به هر حال دینداری که مطابق کتاب خدا و روش پیامبرانش بوده. بله درسته. ولی خب سوالی که باز در رابطه با جلسه گذشته که شما در زمینه‌های مختلف بد خداشناسی صحبت کرده بودین سوال شده بود اینه که واقعا هدف یک بشر این نیستش که بد خداشناسی بکنه و با تمام علاقش میره برای جستجوی خالق خودش. و سوال شده که به نظر شما مهمترین عاملی که باعث بد خداشناسی میشه و یا باعث گمراهی میشه چی هست؟ مهمترین عامل؟ بله، چون شما به خیلی زمینه‌هاش اشاره فرمودین. بله، خیلی زمینه‌های مختلفی هستش. فرض کنید یکیش میتونه شناخت مشیت‌های خدا باشه. مشیت یعنی اراده خدا، خواست خدا، یا به تعبیری قوانین و نظامات خدا. ما یه چیزایی دلمون میخواد، مشیت به فارسی میشه همون خواسته ها. ما خب یه هوای نفسی داریم، یه دل بخواهی داریم، چیزایی رو تشخیص میدیم اینجوری خوبه، دلمون میخواد اینجوری عمل بکنیم. خب حالا یه کسی میخواد واقعا اونطوری که خالقش براش برحال در فطرتش قرار داده اونجوری عمل بکنه. یه راه حل اینه که خودشو منطبق بکنه با خواسته های خالقش. مشیت پروردگار چیه؟ ببینید، ما ممکنه که خداپرستیمون خیلی انسان مدارانه باشه، یعنی خودمحورانه، یعنی ما به حال انسانیم دیگه، انسان همه چیزو از زاویه منافع خودش داره میبینه دیگه، یا با دید خودش. اون مجسمه هایی که در گذشته از خدا میساختن، سعی میکردن از طبیعت الهام بگیرن. فرض کنید بال کرکس رو میذاشتن، پای شیر رو نمیدونم شاخ گاو، و یه ترکیبی از عظمت هایی که نمودهای قدرت در طبیعت هستن. هر کسی از ذهن خود شد یار من. در واقع ما خداشناسیمون هم یه مقداری توی چارچوبای جهان بینی خودمونه، دنیا رو چگونه میبینیم. ولی یه راه حل اصلاح بر حال بعد خداشناسی ها بازگشت به مشیت خداست. که خدا چگونه خواسته. ما الان مثالی فرض کنی خدمتتون میزنم. ما به نظرمون میاد که مردم باید یه دست باشن، حداقل ما خودمون با این شعار خیلی آشنا هستیم، مجلس یه دست، دولت یه دست، همه باید یه جور فکر بکنند، مثل این که غالبی هن مردم دیگه، یک حزب، یه رهبر، همه تو یه خط. در واقع یه استدلال ساده بشری هم هست که خب ما بر حقیم، همه حق نزد ماست، چرا بقیه تو این خط نیان؟ پس همه انحراف دارن، همه گمراه هستن. در طول تاریخ همواره همین جوری بوده. این همه جنگایی که برپا شده، این همه اسم هایی که آمدن، مارکسیزم نمیدونم،
فرض کنید فاشیسم، نازیسم، اینا همه به یک ایدئولوژی، به یک فکری رسیدن و تصورشون هم این بوده که این فکر دیگه آخرشه، این از همه برتره، پس همه باید به ما گرایش پیدا بکنن دیگه. جنگ هایی که در درون کشورها بوده یا کشورها با هم دیگه بوده، جنگ های بین المللی، جنگ های شعب مختلف مذاهب با هم دیگه، سراسر تاریخ و این تصور و تلاشی که ما باید همه رو یه دست بکنیم. بله. استدلالم عرض کردم خیلی ساده است. دولت یه دست. حالا چرا فکر میکنن؟ میگن خب توی دولت که دیگه نباید وقت تلف بشه. نخست وزیر با هیئت وزرا دیگه بحث داشته باشن. بهتره همه پیرو یه خط باشن. همه یه جور فکر بکنن. مجلس یه دست. همه پیرو یک شخص باشن. یه خط باشه. ظاهراً هم به نظر خیلی منطقی میاد که خب پس دیگه وقتا تلف نمیشه، پرتی نداره سیستم. ولی اشکال از اونجا ناشی میشه که ما مثل تولیدات کارخونه نیستیم. خدا به ما اختیار داده، ما هر کدوم یه ذوقی داریم، یه سلیقه‌ای داریم، نمیشه انسان‌ها رو یه دست کرد. حداقل 70 سال تجربه مارکسیسم در اتحاد جماهیر شوروی و جای دیگه نشون داد که نمیشه افکار رو کانالیزه کرد توی یه مسیر مجرا. بارها در قرآن این رو نشون داده، شاید مثلا 20 آیه است، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همتون رو یه امت کرده بود، یه دین، یه پیغمبر، یه فرهنگ، یه جامعه، ولی نکرده این کار رو. شما اگه آیاتی که درباره مشیت تو قرآن ببینید، خیلی جا مثلا کلمه انشاء الله میاد، انشاء الله، یعنی خیلی به خودت اطمینان نداشته باش که حتما به خواست و اراده توه. هر کاری میخوای بکنی بگو انشاءالله، چون اتفاقات که دست ما نیست، ممکنه فردا زلزله بشه، سیل بشه. خواست خود تو میتونی بگی، ولی خب در چارچوب مشیت الهی انشاءالله. یا بعضی جا میگه که ماشاءالله، میگه اگه یه چیزی میبینین در طبیعت، خب توجه داشته باشید که مجموعه اراده های خداست، مشیت خداست که این چیز رو پدید آورده. ولی خیلی جاها میگه ولو شاء الله، اگر خدا میخواست، اگر میخواست. تمامی این موارد اشاره به موضوعاتی میکنه که مشیت خدا با مشیت ما فرق میکنه. یعنی ما به نظرمون میاد که منطقی اینه که این کارو بکنیم، درست اینجوریه. مخصوصا قرآن اونجا رو میاره میگه اگه خدا میخواست، ولی خدا نخواسته. کاسه داغ‌تر از آش نشید، از خدا و رسولش جلو نزنید، خدا نخواسته. یکی از موارد اساسیش همین ولو شاء الله، اگه میخواست شما رو، من تو یادداشت کرده بودم این بحث، چون دنبالش ادامه داشت، من بعضی از موارد رو خدمتتون میگم. مثلا در ارتباط با کافرانه میگه ولو شاء ربک لجعل الناس امه واحده، اگه خدا میخواست خب همه مردم رو یه امت یه دست میکرد، کسی شرک و کفر دیگه نمیورزید، و لا یزالون مختلفین، اینطور لا یزال، لا ینقطع اختلاف نمیکردن. ولی خدا نخواست این کار رو بکنه. در خود همین یه مشیتیست، یه حکمتیست که مردم آزاد باشن، که راه کفر و شرک و نفاق و عناد رو در پیش بگیرن. یا در سوره نحل آیه 93 اختلافات درونی یه جامعه دینیه، میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، باز همون اگه خدا میخواست همه تون رو یه دست کرده بود، ولی آزادی اختیار داده، کسانی راه گمراهی رو انتخاب میکنن، کسانی هم راه هدایت رو. یا در جای دیگه در رابطه با مشرکین سوره شورا آیات 6 تا 8 میگه والذین اتخذوا من دونه اولیا، اونایی که بجز خدا دنبال اولیای دیگه رفتن، به ولایت های بت ها، شخصیت ها دیگه را خدا رو گذاشتن کنار. الله حفیظ علیهم و ما انت علیهم به وکیل، خدا محافظ اوناست، ای پیغمبر تو که وکیل نیستی. یعنی حتی به خود پیامبر میگه کار اونا رو به تو نسپردیم، که تو که وکیل اونا نیستی، آقا بالا سر اونا نیستی، خدا خودش محافظ خودش میدونه. ولو شاء الله لجعلهم امه واحده، اگه خدا میخواست خب همه رو یه دست کرده بود، این تنوع ایمان و شرک و کفر و دیگر وجود نداشت. یا در رابطه مثلا یه آیه راجع به امتهای دیندار قبل از اسلام میگه، یهودی یا مسیحی ها، این سوره مائده آیه 48 هست، لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، هر کدوم از شما یه شریعتی دارید و یه راه روشنی،
منهاج یعنی راه روشن، یعنی ما برای هر کدومتون یه شریعتی در مسیر حق و نجات گذاشتیم و هر کدومم یه راه روشنی دارید و اگه خدا میخواست همه تون یکی کرده بود، یه پیغمبر از یه مشنی میفرستاد و یه دین، همه هم پیرو اون باشین. ولی میگه خدا این کارو نکرده. خب پس ما باید چیکار کنیم؟ میگه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، خدا میخواد شما رو امتحان بکنه در امکاناتی که به شما داده، یعنی پیشینه تاریخیمون، جغرافیاییمون، وضعیت رهبرا، جامعه، استعدادامون، همه اینا با هم متفاوته، نمیشه همه یه جور فکر کنن. میگه خب حالا که اینطوره فاستبقوا الخیرات، در کارهای خوب با هم مسابقه بذارید. خیرات یعنی بهترین دانشگاه، بهترین شهرسازی، بهترین اقتصاد، بهترین سیاست. میگه که اختلافا رو بذارید کنار، انگشت روی نقاط افتراق نذارید، روی مشترکات با هم دیگه کار بکنید. هیچ وقت میگه تا قیام قیامت هم به وحدت نمیرسید. میگه روز قیامت خداوند فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، این اختلافا رو روز قیامت خدا به شما خواهد گفت. امروز تو دنیا تو سرکله هم دیگه نزنید. یهودی، مسیحی، مسلمون، هر دینی هر مذهبی میخواد داشته باشه، اصلا کاری به اختلافات نداشته باشین. در نیکی ها، در کارهای خوب با هم رقابت کنید، مسابقه بذارید، اونم به خط پایان به سوی خدا. خدا سرچشمه بی نهایت خوبی هاست، همه به اون سمت شتاب بگیرید، با سرعت و سبقت به سمت هم دیگه. و شبیه این فرابون هست در واقع تو قرآن. حالا من اینو به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم که یه راه اصلاح خداشناسی، اصلاح دینداری اینه که ما تمایلاتمون و تصوراتمون و برداشتهامون رو از دین به محک اصل و اساس دین که کتاب دینی بزنیم، ببینیم آیا اون چیزی که ما به نظرمون منطقی میاد آیا الزاماً اون درست هست، خدا اونو خواسته یا نه. شاید ساده ترین شمطور که عرض کردم همین یه دست کردن جوامع، اصلا چنین چیزی تو قرآن نیست و کاملا ضد این تصور و پنبش رو داره میزنه که تصور این که بخواین همه رو یه دست بکنید از غلط ترین تصورات بشریه. بشر یه جور نیست، محصول تولیدات انبوه کارخونه ای نیست، هر کسی یه ذوقی، یه سلیقه، یه پیشینه ای داره و به تناسب او داره عمل میکنه. و سعی کنید نقاط مشترک رو بگیرید، اصلا نرید روی یک دست کردن که یک آب در هاون کوبیدن به نتیجه هم هرگز نخواهید رسید. خیلی ممنون. ولی شما اشاره کردین واقعا که خداوند انسان ها رو به صورت یه محصولات یک کارخونه تولید نمی کنه. بله، که mass production نیست، که نیست که یک چیز حسابه. ولی واقعا چون درش میخواد اشاره کنه که انسان ها رشد تکامل پیدا بکنن و این تنوع بودنشون باعث میشه که یک به قول معروف یه چالنجی بینشون باشه که اینا رشد بیشتری بکنن و در موارد خوبی ها. ولی سوالی که اینجا در رابطه با این صحبت های شما مطرح میشه اینه که خب خداوند واقعا پس برای چی پیامبران رو میفرسته؟ پیامبران رو میفرسته که مردم رو از گمراهی نجات بده، مردم راه درست پیدا کنن، راه در حقیقت خداشناسی رو، نه بد خداشناسی رو. ولی میبینیم در مقابل همین پیامبران، فکر کنین فرعون در مقابل موسی یا مثلا ابو سفیان در مقابل حضرت محمد و غیره، که یا واقعا افرادی باعث میشه که حتی این پیامبران رو میکشن یا مؤمنین رو میکشن. بله. و اینجا با توجه به این چیزایی که شما راجبش صحبت کردین، مشیت و خواست خدا چیه؟ خب حالا تنوع در بشر یک نوع نبودنش باعث تکامل و رشد میشه، ولی اینکه در مقابل این پیامبرانی که باعث عدم گمراهی مردم میاد، برای اینکه آدم ها رو آگاه کنه، و میبینیم که در مقابل اینا انسانهایی هستن که اونا رو از بین میبرن، مؤمنا رو از بین میبرن، اینجا مشیت خدا در چیه؟ بله، خب عرض میکنم که ظاهرش به نظر خیلی غیر اصولی میاد. آدم میگه خب بله، خدا پیامبرانی رو فرستاده در طول تاریخ، همراه بسیاری از این پیامبران کتابایی رو هم نازل کرده. خب خدا که ابرقدرت جهانه، آیا زورش نمیرسیده که دشمنا اینا رو تار و مار بکنه، اجازه نده اینا جیک بزنن؟ خب اگه هدف اینه که رسولان موفق می شدن، خدا یه کتابای هدایت مطابق فطرت بشر فرستاده، پس چطور اینا خیلی ها شکست خوردن، خیلی ها کشته شدن رسولان،
و چه دردسری برای خودشون در طول حیاتشون و چه دردسرهای بزرگی، چه صدماتی، چه مصیبتهایی برای پیروانشون بوده. توان در سوره انعام که سوره ایدئولوژی که تو قرآن و آیات 112 113 اگر بخونن بینندگان، میگه که کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، ما هر پیامبری قرار دادیم دشمنانی هم برای اونها قرار دادیم، نه اینکه خودمون دشمنانی ساختیم. یعنی نظام خدا، میگه نظام ما به گونه ایست که به موازات ارسال رسولان و انزال کتب دینی میدون دادیم، مهلت دادیم به دشمنان رسولان، شیاطین الجن والانس، شیطان صفتای مخفی آشکار، یعنی انس یعنی معنوس، آشنا، جن یعنی پوشیده، یعنی بعضیا مواضع پوشیده و پنهانی داشتن، منافقانه عمل میکردن، چهره ظاهرا موافقی نشون میدادن. خب برای چی خدا میگه که به این شیطان صفتا ما میدان دادیم؟ میگه برای اینکه مردم فریب بدن. همین یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا، یعنی در برابر این کلمات حقی که من برای پیامبران فرستادم اونام بتونن کلمات به ظاهر زیبایی، فرهنگ زیبایی، زخرف القول یعنی حرفای تزیین شده، اینا رو به هم دیگه منتقل کنن. بعد دنبالش میگه که ولو شاء الله ما فعلوا، اگه خدا میخواست که اینا این کارو نمیتونستن بکنن. یعنی این از ضعف خدا ناشی نشده که از یه طرف رسول فرستاده، از یه طرف کتاب فرستاده، ولی چوب لای چرخ پیامبران گذاشتن، پنچر کردن چرخ نبوت رو. در واقع یه ده میگه کسی من خودم خواستم اینطور باشه، اگه میخواستم که جرأت نداشتن، اینا همه بندگان منن، کسی جرأت نداشت که تو بگه به رسولان. ولو شاء الله ما فعلو، خب حالا چیکار کنه؟ خطاب پیامبر اسلام یا مسلمان، میگه فذرهم و ما یفترون، هم خودشونو آزاد بذار و هم افتراهاشونو، یعنی من درآوردی، اگه کتاب می نویسن، اگه فیلم، اگه ویدیو، هر کاری، یعنی برخلاف اونچه که عادت ماست و انتظار ماست، اونچه که در قرآن هست، میگه تمام تولیدات فکری کسانی که ضد نبوت، ضد رسولان دارن تلاش میکنن، تولید میکنن، باید آزاد بشه. این دستور به پیامبره. فذرهم، هم خودشون آزاد بشه، ضرب و دالزال، یعنی چیزی رو به حال خود رها کردن، و ما یفترون، و هم افتراهاشون رو، یعنی اون چی که در برابر حق میسازن، میگه اینا آزاد بذار. خب این سوال برادرم پیش میاد، برای چی خدا این آزادی ها رو میده به دشمنان راه حق؟ میگه ولی تسقا الیه افعدت الذین لا یؤمنون بالآخره، هدف اینه که گوش دل کسانی که آخرت رو باور نداره اونا بشنون. خدا نمیخواد یه طرفه باشه، همه کر بشن، همه کور بشن، فقط یه جناح مثلا خدا پرست حق طلب دین دار اونا حرف بزنن. میگه نه، میخوام گوشای اینا بشنوه اون حرفا رو. ولی یرزوه، میخوام اونام راضی بشن، یعنی اون که تو کار خطا و خلاف میخواد بره از اون طریق راضی میشه، خدا میگه منم میخوام راضی بشه. ولی یقترفون ما هم مختلفون، میخوام اونام اون کارا که میخوان بکنن بتونن بکنن. یعنی در واقع بین دو تا قطب آهنربا قرار دادنه، وگه نه خدا اگه اینطور بود اصلا شیطان رو ور میداشه، یه مرخصی چند میلیون ساله بهش میداد، دیگه خیال همه ما جمع شده بود دیگه. ولی خدا خودش شیطان رو قرار داده، خودش این دو جاذبه رو قرار داده. میگه فعل همه ها فجورها و تقواها، هر دو رو به انسان من الهام کردم، راه فجور و راه تقوا، یعنی سلف کنترل. پس انسان خدا در یک دوراهی قرار داده، 50% در واقع این قطب منفی داره میکشه، 50% هم قطب مثبت. اون تصمیم گیری های در این دوراهی ها و انتخاب مسیری که ما باید پیدا کنیم اونه که انسان رو میسازه. حالا تصور ما اینه که نخه، ما باید از گذشته تاریخ، نمیخوام حالا به مملکت خودمون جای دیگه برگردم، همواره بشر اینجوری فکر میکرده. هزار سال در قرون بسته مگه غیر از این بوده؟ میگفتن مگه خدا جهنم و بهش نداره؟ خب ما زودتر اینا که قراره برن جهنم، جهنمیشون کنیم. این همه دادگاه تفتیش عقاید، انکیزیسیون، این همه اندیشمندان، دانشمندانی که اون افکار کلیسا رو، دستگاه به اصطلاح پاپو قبول نداشتن، اینا رو آتیش زدن با کتاباشون، با همه جای دنیا، تو همه مذاهب، تو همه شریعت ها بوده. این تصور بشر که حق همش پلومنه، همه بر خطا، بر اشتباه میرن،
به هر حال خدا هم مگه هم کتابای نفرستاده، اینا در برابر خدا قرار گرفتن، اینا با رسولان خدا دارن دشمنی میکنن، اینا با کتاب خدا باید پدرشون در آورد، حق نداره. ولی قرآن صریحا به خصوص تو سوره آل عمران، دیگه از این صریح‌تر که نیست، این دو بار تو قرآن با همین لحن آمده که خود ما هر پیامبری فرستادیم، هر رسولی فرستادیم، آزاد گذاشتیم، میدون دادیم به دشمنان اونا که اونا بتونن حرف بزنن، اونا بتونن دوراهی ایجاد کنن. اصلا در این دوراهی هاست که ارزش ها ساخته میشه، زایده میشه. حالا ما ممکنه فکر کنیم که آخه این آزادی ها باعث شد که مثلا فرض کنید از زاویه دید مسلمان ها شیعیان عرض میکنم، امام حسین رو کشتن، فرزندانش رو نمیدونم، تمام برادرها، برادرزادگان، زن و دختر و همسر و همینا اسیر گرفتن. خب بله، این خیلی دردآوری همچین فجایعی در طول تاریخ اتفاق افتاده، ولی تو این صحنه هاست که انسان هام ساخته شدن، پرورش پیدا کردن، قهرمانایی ظهور پیدا کردن. در قرآن یه داستانی هست از مثلا آفرینش انسان، البته به صورت نمادین سیمبولیک در واقع گفته شده. میگه وقتی خدا به فرشتگان اعلام کرد که من دستن در کار قرار دادن موجودی هستم، یعنی جاعلون فی الارض خلیفه، فرشتگان تعجب میکنن، میگن ما داریم همه جا رو آب و جارو میکنیم، ما همه کارهای مثبت و ایجابی میکنیم، نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، کار ما تسبیحی، اصلاحی، پاکسازیه، و به این موجود که اختیار دادی این خون میریزه، یسفک الدماء و یفسد فی الارض، فساد میکنه، نظم رو به هم میزنه. خداوند نفرموده که شما اشتباه میکنی، خطا میکنی، دین آدم خوبی خواهد بود. میگه نه، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی درسته که انسان خون میریزه، خطا میکنه، حیات رو از بین میبره، ولی تجربه‌ای که اخذ میکنه یا معدل کلی حرکتش رو به رشده، و بعد از مثلا مدتی، این البته داستان در قالب سمبولیکه، به آدم میگه که حالا خبر بده، آگاهی بده به فرشتگان از اون فانکشنشون، مثلا نقشی که تو هستی دارن. وقتی که نشون میده که چطور انسان از آزادی به آگاهی رسیده، یعنی چون آزاد بوده، چون حق اختیار و انتخاب داشته، در این مثلا فرایند که خودشو تونسته بسازه، بعد خدا میگه که من نگفتم یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی آزادی بالاترین گوهر انسانه، با آزادیه که میشه به ایمان رسید، به خدا پرستی رسید. اگر نباشه اصلا انتخابی نیست، یا اون انتخاب ارزشی نداره، چون در یک گزینشی انجام نشده. بنابراین از مواردی که حالا گفتین مهمترینش چیه؟ یکیش فرض کنید همون گفتم یه دست تلاش برای یه دست کردن مردم، یکی این که آزادی که فرشتگان هم نمیفهمیدن. یعنی خیلی ما تعجب کنیم که امروز چرا متولیان دینی نمیفهمن خیلی هاشون که آزادی چه نقشی داره. خب طبیعیه که وقتی فرشتگان هم نمیفهمیدن. فهم آزادی خیلی رشد میخواد. قرآن هم به این زبان در واقع به ما گفته که اصلا مشیت خدا اینه که همه آزاد باشن، حرفشون رو بزنن. البته منظور این نیست که آزادی هر کسی هر خلاف و خطا و خیانت و جنایتی میکنه. آزادی رو هم با عدالت میشه محدودش کرد، یعنی همه آزادن تا جایی که صدمه به دیگری نزنن، ولی در بعد عقیده، در بعد آرمان، در بعد مذهب، در بعد اون چیزی که رابطه انسان با خالق خودشه، آزادی در واقع مطلقه، اونجا هیچ محدودیتی برای آزادی نیستش. بله، خیلی ممنون. پس اگه اشتباه نکنم، منظور شما اینه که خداوند حتی به دشمنان انبیا هم میدون داده؟ بله. و در حقیقت بین مؤمنین یا آدمای خوب و بد یک کشتی مساویه. یعنی بله. و الان طرف رو بالا نمی‌کنه، بالا نمی‌گیره، و همینجوری که واقعا انسان آزاده که خدا پرست بشه یا واقعا ایمان داشته باشه و هدایت پیدا کنه، یک آدمی هم که اصلا دلش نخواسته باشه خدا پرست باشه و یا ایمان داشته باشه یا از دین برگرده، اونم به همون نسبت آزادی رو داره. بله، البته توی فقه و توی به صلاح عمل کرده پیروان ادیان، کسی اگه از دین برگرده مرتد تلقی میشه، در طول تاریخ بوده دیگه تو همه مذاهب، از نظر فقهی هم در فقه شیعه و سنی هست، ولی در قرآن کوچکترین حکمی برای کیفر مرتد نداریم، و بلکه برعکس، 4-5 جای قرآن اومده
مثلا میگه و ذر الذین یلحدون فی اسماء، اونا که الحاد میکنن آزادشون بگذارید، یا میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، چندین بار ارتداد، فقط میگه قابلیت بخشششون رو از دست دادن. در دنیا مطلقاً کیفر ارتداد نداریم در قرآن. اون چیزی که به نام ارتداد عمل میکنن در بسیار از کشور اسلامی یه چیزی است که استنباط فقها هستش، روی قیاس به نفس بشری، روی استنباط بشری که مگه میشه کسی بیاد مثلا یهودی بشه، مسیحی بشه، مسلمان بشه، بعد بذاره بره، یعنی مثلا چیز خوبی نبود، این خیلی بده. میگن اسرار دین ما رو میبرن، دین سری نداره، همه چیش شفافه، همه چیش آشکاره، اسراری وجود نداره. این در واقع همون اشتباه‌ها و خطاهایی است که ما قیاس به نفس بشری میکنیم. دیدمون راجع به خدا از زاویه بشری، انسان مدارانه در واقع به خدا، یعنی تصورات خودمون و استدلال عقلی خودمون رو میخوایم به خدا تحمیل بکنیم. خدا میگه نه، من نخواستم، آزاده، هر کی میخواد مرتد بشه بشه، مربوط به رابطه خودش با خدای خودش، در جهان بعدی، در ابدیت در واقع نتیجهشو میبینه. تو دنیا به پیامبران هم اجازه نداده، اینی که میگه که لا اکراه فی الدین، اصلا در دین کراهتی وجود نداره، دین یه امر قلبیه، 100% باید با میل و رغبت بشه، هر کسی میتونه 100 دفعه هم دینشو عوض بکنه. البته تو حساب خدا نمیخوام بگم فرق میکنه، یعنی ما کلن، ما نقش، ما حق نداریم که دخالت بکنیم، خودش میدونه و خالق خودش، حالا بده یا خوبه خودش سرنوشته خودش رو رقم میزنه. من اجازه بدین یه ذره این مسئله روشن‌تر بشه برای من، چون خود منم الان احساس کنم اگه با این دید بهش نگاه کنیم، پس یک آدم خائن یا یک آدم آدمکش یا یک آدم دزد توی جای خودشون قرار گرفتن، یعنی باید اون باشه. اگر خداوند نه به این دزد و اونا نه، من بود عقیده رو عرض کردم. بله. دزد داره به حقوق مردم تجاوز میکنه، آدم جیببر یا آدمی که به دشمنان انبیا اگه هستن که نه، اون بود ببین موقعی که ظلم میکنن، ظلم و ستم میکنن، در برابر ظالم باید ایستاد. بله. همه انبیا هم میایستادن، مؤمنین هم با اونا میجنگیدن. من عرضم در رابطه با آرمان و عقیده است. بله. گفتم آزادی هست تا جایی که به آزادی دیگران صدمه نزنیم. یک کسی که میره دزدی میکنه به مال دیگران تجاوز بله. کرده، کسی که میره به ناموس دیگران دست رازی میکنه، اونجاها تو قرآن اتفاقا کیفرها همه جا در رابطه با انسانها با همدیگه است. اگه گفته با دزد چیکار بکنید، با زناکار، هیچ جا در رابطه با خدا کیفری نداره. گفته اون رابطه خدا با بندشه که روز قیامته. آزادی مطلق نیست، آزادی من در بعد عقیده عرض بله. کردم، وگه نه تو جامعه که نمیتونه آزادی باشه، هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. حالا من اینطوری فکر کردم که حتی اون آدم که اگر فکر کنیم تو جای خوش قرار گرفته، یعنی باید باشه، حالا مثلا شما فکر کنید تو قانون جنگل هم باید برای اینکه قانون یک شیری باید به اون حیوان رو بخوره که این ادامه پیدا کنه زندگی، وگرنه خب فکر کن تمام جنگل میشه مثلا از حیوانات پر، شاید کره زمین دیگه جای زندگی واسه هیچ که نباشه. من گاهی اوقات به این فکر کنم که هر کسی جای خوش قرار گرفته و رشد تکامل و هدایت به طرف خدا اونه که تو اون جایی که قرار گرفته یک قدم جلوتر بره، هر زمان یک قدم جلوتر بره و این سیر تکاملی اونو نشون بده. بله. یعنی به اون دزدم در اگر که واقعا هدایت بشه و این خب دست از دزدی بر میداره و هدایت میشه به طرف خدا. نمیدونم، من گاهی اوقات بله. یک چیزای اینجوری پیش میاد که بخواد اینکه نمیتونه آدم جاج بکنه، از نظر اینکه واقعا خداوند وقتی میگه میفرمان که منم که از درون شما خبر دارم، میگم اون که آدم بدیه به نظر من، آدم گناهکار یا آدم واقعا کاری بد میکنه، هنوز من نمیتونم جا فکر کنم که اون نه ببینید باید تفکیک کرد. نمیدونم ببینید مسئله من آزادی رو که مطرح میکنم آزادی انتخاب انسانه. بله. مسئله دزد و این اصلا آزادی معنی نداره در مورد اونا، یه کارشون زشته. نه، کسانی که به حقوق مردم بله. تجاوز میکنن در هر زمینه، هیچ جای دنیا چنین چیزی رو نمیپذیرن، مذهب هم نمیپذیره. بله. امر به معروف و نهی از منکر داریم که باید در واقع از منکرات نهی کرد، در برابر کسانی که به اموال مردم یا به حقوق مردم تجاوز میکنن
سفت و سخت باید قرار گرفت. در قرآن آیات جهاد، آیات قتال به عنوان دفاع از جامعه فوق‌العاده جدیه، ولی در بعد نظری، در بعد عقیده و آرمان مطلقاً آزادی مطلقه. بنابراین نه سانسور درسته، نه دیشا رو جمع کردن درسته، نه فیلتر گذاشتن روی نمیدونم سایت‌های کامپیوتری، نه اینکه مردم نمیفهمن گمراه میشن کتابا رو بیایم گزینش بکنیم. اینا همه غلطه، اینا یه تصورات به اصطلاح محدود بشری است که از یک نوع بینشای محدود ناشی میشه. در یک بعد بلند نظر مصلحت اندیش الهی همه مردم باید آزادی و حق انتخاب داشته باشن که راه زندگیشون خودشون پیدا بکنن. خیلی ممنون، ایشالله که بیننده عزیزمون خسته نشده باشن، چون ما هنوز این بحثمون ادامه میدیم. بحث امروز ما در مورد بدخداشناسی است و چه عواملی باعث این میشه که انسان اشتباه بکنه، فکر میکنه در راه خداشناسی قرار گرفته، در راه هدایت و در راه دیندار، ولی متاسفانه میبینیم با توجه به خرافات و یا آداب و رسوم اشتباهی که پیروی میکنه در حقیقت در راه بدخداشناسی قرار گرفته. به برنامه‌مون ادامه میدیم. من یک سوال دیگه اینجا دارم که بیننده کرده که فکر میکنم که بی رپ نباشه به بحث امروزمون، که اینجوری اگه خلاصه بکنم این سوالا، اینی که سوال شده که خداوند که خالق همه چیز ما هست، مغز ما را آفریده، زبان ما رو، گوش ما رو، چشم ما رو، خداوند فکر ما را آفریده، مغز رو که به فکر کنیم، زبان داده، دهن داده به ما که حرف بزنیم، چشم داده که واقعا ببینیم و گوش برای چیزای شنوایی خوبی داشته باشیم، چیزای خوب رو بشنویم. حالا اگه ما از تمام این ابزار شناخت مثلا واقعا این استفاده کنیم بر علیه خود خداوند، اینجا چرا خداوند نمیاد اون چشم از بشر بگیره یا اون زبان رو بگیره؟ یعنی خداوند اینقدر راحت اجازه میده با توجه به اینکه تمام اینا رو داده به ما که در راه درست و برای حتی برای شناخت خودش یا شناخت خودمون به کار ببریم و داریم در راه اشتباه ازش استفاده میکنیم، ولی خداوند نمیاد اینا رو از یک بشر بگیره. نظر شما این سوالی بود که شده؟ خب اینام هست دیگه، جزء اون سلسله آیاتی است که عرض کردم. خب بله، این سوال مطرح میشه که خب مگه خدا خالق ما نیست؟ مگه این مغزی که باش فکر میکنیم، کتاب مینویسیم در رد خدا، در رد آخرت، در رد دین و ایمان، مگه این مغز رو خدا نداده؟ مگه اون چشمی که میخونیم، اون گوشی که این سخنان رو میشنویم؟ خب خداوند بارها تو قرآن گفته ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم. خب اگه ما میخواستیم مشیتمون این بود، اون چشمی که داره خلاف و خطا میخونه نورش رو میبردیم، اون گوش رو کر میکردیم، اون قدرت رو ازش میگرفتیم. یا لمسخناه و ملا مکانتهم، در همون جایی که از مسخش میکردیم. خداوند برای چی اینا رو به ما داره میگه؟ شاید 7-8-10 بار در قرآن این آمده. یعنی تو دیگه نمیخواد کاسه داغتر از آش بشی، ما خودمون خلق کردیم. اونایی که راه ضد دین، ضد خدا میرن، خودمون خلق کردیم. اگه مشیتمون این بود، خودمون بلد بودیم جلوشو بگیریم، این امکاناتو ازش سلب میکردیم. ولی حالا که نکردیم، تو چی کاره ای؟ کی به تو این اختیار رو داده که تو بخوای اینا رو مثلا معدومشون بکنی، اینا رو محکومشون بکنی، آزادیشون رو بگیری، به زندانشون بندازی؟ به زبانهای مختلف، حالا برحال خسته کننده میشه، من بخوام استناداتشم عرض بکنم، این رو خدا به ما داره میگه که در واقع شما چی کاره این که میخوان مشیت خودتون رو، تشخیص و برحال رضایت خودتون رو تحمیل بکنید بر اونچه که قانون جهانه و مشیت خداست. بله، من سوال دیگه که باز برای ما اومده اینه که معتقدن که بینندهی که این اختلافات عقیدتی یا سیاسی یا حتی تفاوت های فکری که بین جوامع هست، این صد یا انسان ها هست، صدمه‌ای به جامعه نمیزنه، ولی اختلافاتی که بین افراد یک جامعه هستش، این اختلافات شاید جامعه دینی، یعنی تو جامعه دینی، تو جامعه مسیحی یا دینی اسلامی مسیحی بله. یا هرچی، و این باعث میشه که کشت و کشتارای به وجود بیاد،
اینا رو که خب خود گفتن که خداوند اینجا چرا به عنوان یک پدر خانواده مثلا خودش جای یک پدر خانواده که بین بچه‌هاش اختلاف به وجود بیاد، چرا مانع این اختلافات نمیشه و از این خونریزی‌ها جلوگیری نمی‌کنه؟ و مثالی که زدن مثلا بین اختلافات سنی و شیعه که ممکنه حتی دو تا انسان یک دو تا مسلمان و دو تا یک دین واحد ولی به خاطر اختلاف عقیده سنی بودن و شیعه بودن بینشون اختلاف باعث اختلاف سر بگیره، کشت و کشتار بشه. میگن چرا خداوند جلو این اختلافات نمیگیره؟ بله، تنها اختلافات اختلاف بین دینداران و بیدینا در طول تاریخ که نبوده، اتفاقا بیشترین اختلافات همیشه در اون گروهیه. همینطور که فرض کنید مارکسیستان با هم دیگه اختلافاتشون بیشتر بود تا با دیگران. دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی یعنی بعد از انقلاب 90% تصویه شدن، امثال تروتسکی ها و دیگران. دیگه جنگایی که بین مسیحی ها در طول تاریخ با هم دیگه بوده، کشتارها و قتلام هایی که از هم دیگه کردن، فرض کنید کاتولیکا یا پروتستان ها یا در یهودیت یا در اسلام، خب همه اینا هست. ممکنه این سوال پیش بیاد که خدا حداقل چرا برای کسانی که به او گرایش پیدا کردن، مؤمنین داخل یک مکتب رو مانع در واقع اینها نشده. بله، خب اگر مسئله اختیار رو باور بکنیم و اینی که انسان سرنوشت خودش رو در واقع رقم میزنه، دیگه این اختیار همه جا تعمیم پیدا میکنه دیگه. چه فرق میکنه؟ در داخل یک جامعه دینی هم اختیار هست، مؤمنین هم خودشون باید هوای خودشون رو داشته باشن، مراقب جامعه باشن، نذارن اختلافات دامن زده بشه، وگرنه کار به اونجا میکشه. در قرآن هست، میگه بله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، مراقب باشین جلوی به اصطلاح این اختلاف ها رو بگیرید، فتنه ای اگر دامنگیر جامعه بشه تر و خشک و میسوزونه. این نیست که بگیم ظالما فقط چوبشو میخورن، نه، وقتی آتش بگیری یه خونه همه اهل خونه رو میسوزونه در واقع. پس مسئولیت حفظ سلامت یه جامعه ایمانی هم باز به عهده خود مؤمنین هستش. بنابراین این اختیاری که به انسان داده شده، نقشی که برای رقم زدن سرنوشت به انسان داده شده، فرق نمیکنه که در یه جامعه دینی یا غیر دینی باشه، هر دوش یکی هستش. عملاً همش سوالا در همین موارده که واقعا یعنی هی میخوان آزادیایی که خداوند به خودش به بشر داده، ما خود ما میخوایم مثل که اون آزادی‌ها رو محدودش کنیم، بگیریم از دیگران، از خودمون. بله، از خودمون از دیگران بگیریم. برای اینکه باز سوال میشه خب حالا میان خداوند میاد جنگای و اختلافات درون دینی رو که مثال زدیم مثلا سنی و شیعه رو، خب حالا میاد اینا رو مثلا میگیره، ولی چجوری نمیتونه جلوی مثلا حکومت ها یا واقعا قدرت طلبایی که مردم رو فریب میدن؟ بله، مردم رو به جون هم میزن، جامعه ها رو، کشور ها رو به جون هم میزن. میگه خب این همش ما بشر فکر کنم به جای رسیدیم که هی فهم کنیم که ما قدرت خودمون رو دست کم میگیریم و هی میخوایم متوسل بشیم به خداوند، بگیم خدایا تو جلو این کارا رو بگیر. بله، و این سوالی که چرا خداوند این کارو نمیکنه. بله، حداقلش خب اینه که بعضیا میگن که خب حالا بالاخره باید چهره مثلا منافقین، چهره آدمای مثلا آنچنان اینا باید افشا بشه. خدا چرا مثلا دشمنان انبیا رو، مخالفین رو نشناسونده که پیامبر بدونه که با کیا طرف است؟ تا الان من اینم یادداشت کردم تو سوره محمد آیه 30 هست، میگه ولو شاء لاریناکهم، اگه ما میخواستیم این دشمنان تو به تو نشون میدادیم، فلعرفتهم بسیماهم، با چهرهشون میتونستی تشخیص بدی، ولتعرفنهم فی لحن القول، از نوع حرف زدنشون بشناسی. یعنی خدا این شناخت رو به رسولان میداد، از نوع حرف زدن، از چهره طرف بفهمه که این چی داره میگه، ولی میگه ما این کار نکردیم. یعنی حتی خدا تا همین حدم که یک توانایی تشخیص ظاهری دوست و دشمن رو به پیامبران بده نداده، میگه همه اینا نقش انسانه، انسان ها باید این کار رو بکنن. و توی زمینه فراوان هست، میگه همه اینا برای این که میخوام ببینیم که توی این کوره ابتلا و امتحان انسان‌ها چگونه آزمایش میدن، کیا در راه حق تلاش میکنن، کیا صابر و ثابت قدم هستن، کیا دورویی میکنن، نفاق عمل میکنن. یعنی خلاصه اینه که هدف خلقت خدا
اینی که ما رو متنوع آفریده، به ما آزادی داده، اختیار داده که به هیچ موجودی در جهان نیست. این تعبیری است تو قرآن هست، میگه نا ارزنل امانته علی السماوات و الارض و الجبال. این امانتی بود که زمین و آسمان تحمل کشیدن این بار رو نداشتن و حمله الانسان، یعنی انسان با اون پیچیدگی ساختار ذهنیش مغزیش این میتونست که قدرت اختیار پیدا بکنه. خدا به ما اختیار داده، انتخاب و آزادی داده، ولی ما از زاویه بشری با قیاس به نفس بشری اونچه که در طول تاریخمون دیدیم که هر کسی به قدرتی رسیده آزادی دیگران رو سلب کرده، میخوایم آزادی دیگران رو سلب بکنیم. و یکی از پایه‌های اساسی در واقع بد خداشناسی نفهمیدن این مشیت‌های خداست، یعنی خود رو ملاک قرار دادنه، برای خدا آیین نامه نوشتنه. فکر میکنیم خب اینجوری درسته دیگه، پس خدا هم باید اینجوری عمل بکنه، خدا حتما رضایتش اینطوری است. نه، خیلی جا میبینیم کاملا برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم. زمان خود فرض کنید دوران ائمه بوده، در اون مسجد النبی کسانی که مخالف خدا بودن، مادیون در واقع طبیعیون، تبلیغ میکردن تو مسجد النبی. حتی یکی از زمان امام صادق علیه السلام است، یک کسی خیلی عصبانی میشه، میگه خجالت بکشین شما تو مسجد پیامبر به نام پیامبر در به اصطلاح جامعه اسلامی تاری تبلیغ ضد خدایی میکنی. اونم میگه من حرفای خیلی تندتر از اینو جلوی رئیس شما، یعنی امام صادق، زدم و او خیلی راحت پذیرفته، تحمل کرده. یعنی در جوامع اسلامی هم اون موقع که به هر حال دوران رشد و شکوفایی بوده، خیلی راحت مخالف رو، حتی مخالف خدا رو، مخالف دین رو تحمل میکردن. به هر حال عقیده است، نظر انسان، نظرم آزاده، اگر کسی منطق برتری داره میتونه ارائه بده. یواش یواش تنگی ها بیشتر شده، تنگ نظری ها بیشتر شده، دیگه در یه دریچه کوچیکی کسانی فقط دنیا رو میبینن. اینا همش انحرافاتی است که متاسفانه از قرآن انجام شده دیگه. پس دقیقاً واقعا این مشکلات همش به علت عدم آگاهی و پیشرفت فکری و یا علم انسان هاست. یعنی اگه با بالا بردن آگاهی و فهم و شعور انسان ها بشه، شاید از این مشکلات و این درگیری ها جلوگیری بشه. و نه الزاماً، یعنی آگاهی خیلی خوبه، رشد فرهنگ آگاهی ها خوبه، ولی معناش این نیست که هر کسی آگاه شد الزاماً خوب میشه. شما ممکنه یک پزشکی و دکتری رو ببینید که همه چی رو بهتر از بقیه میدونه، که مشروب چیکار میکنه، سیگار چیکار میکنه، کلسترول چیکار میکنه، ولی اراده و قدرت کنترل خودش رو نداشته باشه. آگاهی بسیار خوبه، شرط لازمه، ولی کافی نیست. اون چه که کفایت میکنه به اصطلاح قرآن تقواست. تقوا یعنی اون نیروی کنترل خود، یعنی اراده‌ای که آدم بتونه خودش رو مهار بکنه در چیزی که خلاف خطاست. این حالا اصطلاحاً تقوا از وقایه ترمز میاد، در واقع نیروی خود کنترل. حالا بعضی فرض کنید در اعتیاد میفته، نمیتونه، میدونه که بده ولی نمیتونه خودشو کنترل کنه. تقوا در واقع اون نیروی مهار و کنترل نفسه که آدم رو از این جاذبه ها نگه داره. در حال تو این زمینه ها خیلی بحث زیاده، چون گفته بودید این موضوع، من یاد داشته متعددی هم داشتم که حالا در واقع خلاصش اینه که یکی از راه های اصلاح بد خداشناسی عرضه کردن خواسته ها، برداشت ها و نظریات خود به مشیت الهی است. یعنی ببینیم که خداوند میگه مشیت من، مشیت به معنای نظامات و قوانین، تنها نظامات خدا در طبیعت نیستش، در جوامع انسانی و در رفتارهای ما هم هستش. اون رو بشناسیم و بعد عرضه کنیم ببینیم درسته یا درست نیست. این در واقع یک نوع ابزار شناخت، نوع بد خداشناسی هست، اشتباهه. اگه اجازه بدین فکر کنم یکی دو دقیقه شاید وقتش بشیم، ولی یک سوال کوتاه و اگه بتونیم یک جواب کوتاه و قانع کننده واسه عزیزان بگیریم خیلی خوبه. که خب خداوند واقعا اختیار آزادی رو به بشر داده
که بتونه انتخاب کنه و خود این یک عاملیه برای تکامل فکری هر بشری. ولی مشکل اینه که کجا ما بفهمیم که این کاری که میکنیم درسته یا نه، یعنی میزان کار ما، سنجش کار ما درست بودنش رو با چی میتونیم مقایسه کنیم؟ اگه بتونیم یک جواب. بله خب اینم باز موضوع مهمی هستش که خیلی وقتا اتفاقا گفتین یاد اینم افتادم، در قرآن چند بار از زبان مشرکین میگه که اونا که بت میپرستیدن به پیامبر میگفتن ولو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، یعنی اگه واقعا خدا میخواست که ما بت نمیپرستیدیم، نه ما و نه پدرانمون. همینی که ما داریم بت میپرستیم، همینی که این فقه و اصول و اینا بر خودشون داستانایی داشته اینا رو گذاشتیم، نشون میده مورد تایید خداست دیگه. اینم باز یه قیاس به نفس بشریه، چون ما تا اونجا که دیدیم در طول تاریخ اگر یه گروهی یه کاری کردن که این کار مورد رضایت قدرتمندان، شاهان، نمیدونم حاکمان، زمامداران، رهبران نبوده، پدرشون در آوردن. هیچ نظامی در هیچ جای دنیا اجازه نمیده یه کاری عده‌ای بکنن که خلاف مقررات اونا باشه. خب بشر فکر میکنه خب منم دارم یه کارایی میکنم، سنگ میپرستم، چوب میپرستم، هزار جور، لابد درسته که خدا هیچی نمیگه دیگه، لابد درسته که این کارایی که ما داریم میکنیم، بچه‌هامونم پای بت‌ها قربانی میکنیم یا بچه‌هامونو میفرستیم به جنگ‌های ملت‌ها با هم دیگه که ملت‌ها که همدیگه رو نمیشناسن به خاطر اختلافات رهبرایی که همدیگه رو خوب میشناسن، خب خدا چرا جلوشو نمیگیره؟ لابد پس کار ما درسته دیگه. اینم در واقع نفهمیدن مشیت اختیاره. خدا اختیار داده، خدا نخواسته دخالت بکنه تو کار تو. تو داری بت میپرستی، خب بپرست، نتیجهش هم داری میگیری، نمیخواد جلوتو بگیره. جنایت میخوای بکنی، خب بقیه هم باید جرأت داشته باشن جلو جنایت تو رو بگیرن. یعنی دست قدرت خدا از آستین ملت ها در میاد، خود خدا دخالت های خارج از قوانین و نظاماتش نمیکنه. یعنی فهمیدن این که ما آزاد هستیم و اختیار داریم، این در واقع کلید اصلی مسئله است. بله. تا این آزادی و اختیار رو انسان ها نفهمن، اصلا دینداری نمیتونن بکنن. یه دینداری بشری میشه، در واقع قیاس به نفس بشری خواهد شد. حالا به هر حال وقتمونم مثل این که تموم داره شده. به تمام میرسه و باید خیلی ممنون. مرسی، بسیار سپاسگزاریم. خیلی به نظرم بحث جالبی بود و انشالله که بیننده های عزیز برنامه پرتو نورم از این برنامه خوششون اومده باشه. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. متشکرم، ممنون از توجهتون. امیدواریم که برنامه براتون مفید بوده باشه و متشکر هستیم از سوالات و نظریاتی که می‌فرستین و باعث تولید این برنامه‌ها می‌شین. روز همگی بخیر.